من زبان کسانی هستم که رسانه ندارن، بیان ندارن، یعنی محرومین، فقرا، کارگران، وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی، برید اینا رو نشون بده تو همون زبان ماست. اوج بدبختی مردم خوزستان. این خانوادگار با اوج اینجور توفان میشه؟ کجاست که بیاد این خاکی داره تو سر ما میروزه؟ بله کارخونه کل دوره پولیشو نداره. بزن یکم. من چند دیشم تب کرد پول نداشتم. اومدم جمعیت این پاتو مردستان این رو فیلم من دار. بخواد اینکه گفته که بود. این تن و درآمدم همین بوده. یه روزنه امید به ما نمیدن. یعنی باور کنی یک نفر نمیاد جواب بده که من دلم گرم شد. ما بنا داریم انشاءالله در مدیریت آتی کشور درها را به روی جوانان در مدیریت بخش‌های مختلف کشور بگشاییم. والا دو سه تا وزرای ما داخل لواسون هستن و نه فقط جوان جویای کار، هم از تحصیل کرده و آماده کار و تلاش کاری و کسبی ندارد، اونی هم که کار داره کارشو از دست بده. این بسیار موجب نگرانی است. هر کسی که به کار ما پیگیری بکنه رأی میدیم. الله رأی میدیم. همه کارخانات عراق همینجوری از بین رفتن. شهرک‌های صنعتی در سراسر کشور گزارشاتی که وجود دارد، این گزارشات حاکی از تعطیلی یکی پس از دیگری کارگاه ها و کارخونجات، این نگران کننده است. بنده آمدم آنهایی که تا حال حسن و مقام داشتن برای فریب مردم قول دادن و عمل کردن عمل کردن. من از مسئولین محترم تقاضا دارم مشکل بیکاری رو برطرف کنم. بنده به عنوان کاندیدای خانم اینجا از ایشون سوال میکنم، چرا وزیری نداشتید؟ یعنی خانم ما در خط نیست آقای دکتر. باندبازی سیاسی، راندخاری شبکه‌های مافیایی سیاسی اقتصادی، اشرافیت طبقه مسلط اجتماعی، بازیگران و مقامات سیاسی لمس و بیدر. شخص بیکاری چه
شرمنده خانواده اش بشه. کسب و کار در جامعه ما بهبود یافته. اساس اشتغال شرایط کسب و کاره. شرایط کسب و کار ما از رتبه 152 رسیده به رتبه 120. دیگه ما چی بگیم؟ ما حالا 15 ماهی حقوق نگیریم، گرفتاریم، حالا تنها بچه داریم، هر جا هم شکایت میکنی اصلا جواب نمیده. اجتماع کارگران امروز شکا 18 مرداد 95 باید دخالت نیروی امنیتی. خب گوش نمی کنید به حرف من، دوباره به شعار قبلیتونه میگید. با شعار درست نمیشه، با شعر درست نمیشه. اینجای ما کارگرم که خدا شاهد پول نون امرو بردارو ندارن. چرا؟ چرا استاندار هیچ صدا شعر نمیاد؟ چرا آقای استاندار خیانت کردی به مردم؟ متاسفم، متاسفم برای دولت مردم، متاسفم برای مسئولین شهرم. همه کارخونات عراق همینجوری از بین رفتن. باید یک مقدار از نگاه حزبی و جناحی و سلیقه‌ای بیرون آمد، نگاه کرد به کشور، اولا نگاه کرد به همه ظرفیت کشور با همه سلیقه‌ها، نه به این فرد و اون فرد، این حزب و اون گروه، کاملا برای منافع ملی. البته دیروز خوابی کردیم، ما شرکت بودیم، امروز اومدیم شرکت میگن آقا نمیتونی شما بودیم. عزیز کار ایران، صفحه ما خواهیه، کار امروز ما اشتغال، اشتغال به این که جمهور را اعتماد ما. این 700 ریال میلیارد آمد خرده بوشون، نصف این پول رو نمیدونیم برای تولید و اشتغال. بحران بیکاری در کشور حتما اگر مسکن من به عنوان یکی از صنایع بسیار اشتغالزا در کشور میتونست فعال بشه، فوقش اشکالات چرا رفع میکردن؟ نه اینکه کلشو تعطیل کنن. مردمی که فرششون رو فروختن، تلاششون رو فروختن، زندگیشون رو فروختن، با یک امیدی دارن به این ساختمون هی نگاه میکنن کی بیاد بالا، بعد یه دفعه بگیم آقا 3 سال 4 سال تعطیل. میتونست اشکالاتش رفع بشه. من نمیگم اشکال نداشت، منم به اشکالاتی برخوردم، اما نه به قیمت تعطیلیش. به قول بیز آذریلر ایشه کشیسته، کشی اوسا ایش بیشه درک. اگه کشی دایانسا ایشه بیجور حللر که کشی کن. غیر از سیاسیون و غیر از دولتی ها به اندازه انگشتان دست تو این کشور تا به حال بر مسکنه کسی اعتراض نداشت. آیا عزیزانمون در روستا که یک بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران وام قرض الحسنه 5 تا 12 میلیون بهشون داده شده و اینا مسکنشو تحویل گرفتند، آیا یک نفر اومد این خونه را پس بده؟
من یه سوال از مردم عزیزم میکنم. الان فولاد، سیمان، کاشی، سرامیک، سنگ، اقلام مورد نیاز برای تکمیل ساختمان تولید شده. چرا کارخونه فولاد، سیمانمون، کاشیمون، سرامیکمون تعطیله؟ چون صنعت مسکنمون در داخل کشور در رکوده. کسی که طالب خونه است یا خونه منو تحویل بدید، من همینشو قبول دارم. ما شدیم کاسه داغترش، میگم نه، این به درد شما نمیخوره. مشکل فرض کن توی سیستم ماز، یعنی ما یک چونه آدم های ناجوان مردی داریم تا میتونیم مسکن شما رو تحویل بدیم، نمیدیم. آفره همینه، آره کلا راستش رو گفت، همینه. در هر سال حداقل 1,000,000 مسکن بسازه. بعد آقایان تردید میکنن، میگن مگه ممکنه با یک ارزیابی کارشناسی که ما کردیم تا آخر سال جاری، یعنی سال اول دولت، مسکن مهر تحویل مردم شود؟ ماشین منه سر نمیشه اوج بدبختی مردم خوزستان. فساد در کشور فراجناهی شده. این فساد زیر عمامه من باشه یا زیر عمامه آقای روحانی باشه یا زیر
کت آقای جهانگیری یا آقای قالیباف یا هر کدوم از ما فرق نمیکنه، باید حساسیت داشته باشین. اولین کسی که باید حساسیت داشته باشه رئیس دولته. تمام سرمایه و هستی من این سهم و ارث بچه‌هام بوده، بردم گذاشتم توی بانک، اعتماد کردم. آقا ما الان 2,300,000 نفر سپرده گذاریم، هیچ خاصی زیادی هم ندارم، من ایرانی ام، مال این مملکتم، عاشق مملکتم، عاشق رهبرم، فقط میخوام تو رو خدا از ما حمایت کنی. من ثمره یه عمر زحمات شوهرم بودم، من جواب بچه‌هامو چی بدم؟ خجالت میکشم، همش میگم ببخشید من به شما خیانت کردم، سهمون ارث شما رو اعتماد کردم، بردم گذاشتم توی بانک، فقط این تن و درآمدم همین بوده، یه روزن امید به ما نمیدن. یعنی باور کنید یک نفر نمیاد جواب بده که من دلم گرم شه. از آقای رئیس جمهور خواهش میکنم یا هر کسی که میخواد برای آینده کاندید بشه، تو رو خدا ما رو حمایت کنید، به خود ما ایرانی هستیم. حقوق شهروندی یک حقیقتی است که باید در میدان اتفاق بیفته. نوشتن حقوق شهروندی که چند بار نوشته شده، امروز میدان اجرای حقوق شهروندی است، نه میدان نگارش و انشانویسی برای حقوق شهروندی. اول اون مسابقه خوش گذشته. خدا حافظ. سلام خیر است. سلام. سلام خوش خانم. خوب که هستی. سلام. خدا حافظ. خدا حافظ. همه اکثر فامیلا من خادم حرم و این تغییرات رو یعنی وقتی که متوجه شدیم خیلی خیلی دعا کنید که انشاءالله همیشه خالی رو محفظ باشید. احرازی به این که حتما نیازمند باشه با ما چه کار داریم به مردم احراز کنیم؟ مگر که ما بارون که خدا میباره سر همه میباره، ما احراز کنیم حتما نداشته باشه، بذار داشته باشیم. See how you can support her, so say how we can support you. We would love to meet حتی you. اگر ده پونزده دقیقم فرصت باشه میگم خوشحال میشم. ده پونزده دقیقه که نمیشه ولی خود ببین حال اسمش ده پونزده دقیقه. آره دیگه. قدیما میگفتن 3 دقیقه. اخیراً میگن 30 ثانیه. Just like 0.4 of his speech we want to do the same. اشکال نداره قرار از میذیم ان شاء الله. به قید اینکه به قول شماها شورت و به قول ما کوتاه باشه. باشه. با این آدم بد بدید دفتر ما که پشتش تو نوشته تو باشی کتابا بپسید دفتر ما بشاره محفظ نصیب تباه کارون نفسه در شأن مشهد الرضا نیست که بخواد مسافرینش زیر چادر رو در هوای سرد و گرم و با سختی ها زندگی کنن. اینا مهمانان در واقع محترم امام رضا علیه السلام. ظاهر شهر نه ظاهر سرا، یک شهر ظاهر درست شد، فاز اولش که 6000 ظاهر امام رضا در آن واحد بتونن برن، تو ولادت امام مشتبه یه سال نشد قابل بهره برداریه، یعنی این کشور میشه کار کرد. در طول مدت کاریم همیشه نسبت به کلنگ زدن یه ابای جدی داشتم، هر جا دعوت هم می‌کردم به کلنگ زدن گفتم حالا شما کاراشو بکنید یه وقتی میایم ان شاءالله سر می‌زنیم، ولی رغبت پیدا کردیم، معلوم شد که با آقای اکبری میگیم دیگه نمیس که کلنگای شما دنبالش میاد الحمدلله. هر کدوم از اینا یه محله هست، تو خود محله تمام اون خدمات فرهنگی هم تعریف شده. مثلا اینا آموزشی مثلا کودکستان،
این مثلا آموزشی دبستان، هر کدوم اینها فرهنگی، هنری، مذهبی، رنگابی، یعنی تو هر محله‌ای اینا همه کار بلده شده که دایی سرمه گذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. باتری داره اصلا؟ یا باتری داره میکروفون ما یکم پرستاران ما و مجموعه کسانی که در مداوای بیمار نقش دارن بگذارن که بیمار درد خودش بسش باشه، دردی دیگر بر درد او افزوده نشود. من از روزی که در آستان قدس رضوی هستم یک مرکز امور زنان به عنوان اولین بار تشکیل دادم، دوم در هیئت امنای آستان قدس رضوی به عنوان اولین بار خانومهایی رو عضو کردیم با این اعتقاد که نیمی از زائرین امام رضا علیه السلام خانومها هستند. یا آقایی در دوره ریاست جمهوری خیلی از زنان سخن گفت، بعد یه وقتی به خود من گفت که فلانی من با این همه حرفی که در ارتباط با زنان شدن آخر موفق نشدم یه وزیر زن انتخاب کنم، تو نمیتونی یه کاری بکنی برای ما؟ گفتم چیکار کنم؟ گفت برو با آیت الله یزدی بگو این دختر خانومشون رو معرفی کنن به عنوان وزیر دادگستری، من حکم بدم هم مشکل ایشون حله، هم مشکل من حله، هم شعاری که دادم حله. آقا این که راه حل نمیشه. شعار در مورد زنان نباید برای تحکیم موقعیت، برای جلب توجه دیگران، برای جذب منافع بیشتر باشه، باید حقیقتا باور و اعتقاد باشه. من جمع کنم برای شما به لحظه است بده، یعنی نیست که تو یکی یک مورد شما که از ناحیه آقا امام هشتم به شما میفرماید که اعتقاد خودمم بودم 30 سال خلوص و خدمتت را دیدم، فریاد نهانی تو را بشنیدم، دیدم که رئیسیت برازنده نبود، من خلعت خادمی تو را بخشیدم. آفرین. تظلم اگر غم دارد، عشق یتیم و ماتم دارد، چیدن آن ز جهان آسان است، همت بالا کم دارد، عشق جاری محرومان، آه نگار مظلومان، حاصل همت و عزم و اراده است، زخمی اگر دختر داره عروس که ده هیچی هم نداره، بودجه‌ش رو مثلا خرج مخارجش مود، حالا پول دکتر دواش و پول نفتش که بگیره نداره، حالا یک آقایی کنن حمیر وقت انشالله، حالا یارانه شدم دولت قد که ده دو نفر بیله یارانه که اینا که نداره، هم فقط خودم تنها یارانه دارم، با همون یارانه دارن زندگی میکنن، یارانه هم که همون سلون خالی رو بله به سختی شیل هم نه اشتغالی نه کاری نه هیچی مازمازینه یمنا فقط دین ما خوشه که زعبر است ان شاء الله کار عمومی بشه که خوبه، کار اختصاصی بده یه خانواده دو خانواده ده خانواده هم نداره، ولی مثلا اگه لوله کشی شه بشه حالا که بررسی کنید با سازمان تا اون روسی صحبت کنید ببینید اونا چیه چی برآورد میکنن. صنایع روسی می توان این رو من در جمع شما میگم ضبطم داره میشه، شما هم در ذهنتون ضبط کنید، عزیزان هم در رسانه ضبط میکنن، کاملا با همین امکاناتی که در کشور وجود دارد، با همین نیروی انسانی که وجود داره، برای ما ممکن است که از چهره زیبای کشور فقر را بزدایی. آقا خوش آمدید. حالا که بعدا نه خوردم من چاق میشم بیا خوره از یرفا گذاشته خدا قبول کنه هر در عرض یه بار میره معشد کدیم؟ آره بابا این رضایی ما به خادمی چی کار بکنیم؟ به خادمی؟ سایت داره شد به من بخونیم بابا میبرن این آیت الکرسی میپرسیم من بلد نیستم نمیخوام جدیدن چی کاری دستتون کاری دارید میکنید یا نه کاری؟ الان همه مثل ما بیکارن دیگه خوش وقت داره اکثر اونم رندو بیکارم این زمینه فارینا نیست ها؟ نه
پس فقط کارگرا بیکار نشدن، هنرمندا بیکار شدن. خیلی آره افتضاح. واقعا چرا جامعه هنری ما چرا راست میگید این جم من اتفاقا خبر دارم که بعضی از هنرمندان جذب اونجا میشن خونه بهشون میدن همه من ناچاری آقا هیچ کی دوست نداره هیچ کسی نمیخواد کشاش میکنه خدا هیچ کی من یقین دارم بچه‌ای که رفتن من همشون ارتباط داشتم هیچ کدومشون دوست ندارم فقط دست بیکاری و بیکاری چون کوخ کشور ما به کاخ اونا میارزه حتی از نظر کسایی که ممکنه که علنا خیلی هم آدمای انقلابی نباشن اما میدونن آقا عشق به وطن یه امر مال همه است مال یه عده نیست مال همه است ببین زن و بچه بیکاری حالیشون زن من دست به هر کاری زدم به جز بازیگری بتونم ازش تو بردارم نمیشتیم یه دونه از این خرسک ها زدم تو صورتم رفتونی یه جه مرمت های تفریه من این کنم این نشنسیم من فراری هم از شما من شهرت دارم من برای این اومدم فقط میگم من میخوام بگم مسئولین عزیز رقیب برای خودتون نتراشید این کاری رو حل کنید همه نیم رقیب با یک سال تولیت آسان گستریم یک شب توی خانه تولیت نخوابیم آقای کنایان را به گردن ما چیزی بیفتی که نیمده یه آقای کرمانی هم حتی یک دونه میوه خریده ما پول عجیب اون دادیم که آقای این وقت پول مال ما روزن همشه شخصی بشه حالا به گردن ما بخواد بیفتی بعد اصلا رئیسون باید نشون میده من ظرفیت دارم سر اون بزنگاه ها میتونم خودم رو حفظ کنم منافع کشور رو و منافع نظام رو بر منافع شخصی مقدم بدم من مورد شخصی خودم دارم مورد مستند دارم ولی اصلا بنا نیست که ما در این عرصه ها بیایم بی‌ظرفیتی نشون بدیم اونی که از من خاطره شده این که آقایون چطور مصالح و منافع شخصی رو با مصالح و منافع عموم دارن معامله میکنن و این حتما به نفع کشور به نفع جایگاه ریاست جمهوری هم تیم درست کردن به عنوان تیم جنگ روانی من خبر دارم این که دارم میگم تحلیل نیست کمیته جنگ روانی درست کردن کنار خودشون برای ایجاد جنگ روانی اینجوری رای آوردن داره از وقتی که فضای کشور انتخاباتی شد قبل از نام نویسی فاصله مو با آستانه قدس کاملا اعلام کردم یعنی گفتم که به قائم مقام گفتم شما دیگه کار دنبال کن به روزنامه قدس گفتم تو یک کلمه نمیخوای من دفاع کنی هرچی به من هجوم شد تو روزنامه آستانه قدس نه روزنامه من برخلاف اینکه دولت روزنامه ایران و بسیار روزنامه های زنجیری رو به کار گرفت یعنی سعی کردم خودم باشم و کوچکترین ارتباطی که ازش این فضا فضای معنوی اینا حتی من تو جلسات رسمی که میتونستم شرکت بکنم در آستانه قدس نرفتم همه رو احتیاط کردم برای که از آستان خارج نشه ولی متاسفانه رقیب ما برداشت از امام رضا علیه السلام و آستانه قدس علیه من استفاده کرد از جناب آقای رئیسی عالم بزرگوار انقلابی فعال دلسوز خط شکن ما الان مشکل مملکتمون اینه که خط شکن